سلام به چند خبر تازه از پرژن سیتی با من علی رادمهر خوش آمدید. حالا توجه نمایید به مشروع خبرها. جنگ میان جبهه مقاومت و طالبان در راستای الیج اشکشمش تخار جریان دارد. منبع می افزاید که درگیری ساعت پیش رخ داده و همین حالا جریان دارد. تا حالا دو طالب کشته و یک مقاومت به شدت زخم برداشته است. طالبان در تخار یک مرد کهنسال و یک جوان را به دلیل حاضر نشدن به نماز جماعت زخمی کردند. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک پیرمرد و یک جوان را به دلیل حاضر نشدن به نماز جماعت به داخل جویبار پرتاب کردند. این منابع به روزنامه 8 صبح میگویند که مولوی محمد نبی نماینده امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک مرد 75 ساله و یک جوان را شنبه شب 11 جدید در ساحه خطایان از مربوطات شهر طالقان مرکز ولایت تخار به دلیل اشتراک نکردنشان در نماز خفتن مجازات کردند. طالبان این دو تن را با پرتاب به داخل جویبار مجازات کردند که در نتیجه صورت و بینی مرد کهنسال به شدت زخم شده است. گفتنی است که پیش از این نیز مسئولان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در مساجد این ولایت برای اشتراک مردم در نمازهای جماعت حاضری ساخته و گفته بودند کسی که در نماز خفتن و صبح به مسجد حاضر نشود باید 200 افغانی جریمه پرداخت کند. زن پناهجوی افغان بر اثر یخزدگی در مرز ایران و ترکیه جان باخت. یک مادر پناهجوی افغان که قصد داشته با دو فرزند خود به طور غیرقانونی وارد ترکیه شود بر اثر یخزدگی در یک روستای مرزی در ایران جان باخته است. خبرگزاری CNN ترک در گزارش زمان وقوع این حادثه را روز شنبه 11 جدی عنوان کرده و آورده است که این زن جوان افغان که هویت او تاکنون اعلام نشده قصد داشت با دو کودک 8 و 9 ساله خود از مرز ایران عبور کند، اما در روستای بلاسور ایران جان باخته است. بر اساس تصاویری که روستاییان این منطقه منتشر کردند به نظر می رسد که این زن برای جلوگیری از یخ زدن کودکانش جوراب‌های خود را به دست آنها کرده و پاهای خود را در یک کیسه پلاستیکی پیچیده بود. در پی تسلط دوباره طالبان در افغانستان از اسد امسال آمار پناهجویان افغان به ویژه آنهایی که تلاش می‌کنند به صورت غیرقانونی با عبور از مرزهای ایران و ترکیه خود را به اروپا برسانند افزایش قابل توجه یافته است. امرالله صالح میگوید ملا هیبت الله مرده، فعلا ISI کارش را پیش میبرد و به حصار مرزی دیورند نیاز نیست. امرالله صالح در واکنش به نشر چند ویدیو از امتداد دیورند میگوید که ISI پاکستان با صحنه سازی از برداشتن چند فلز در خط دیورند از سوی طالب میخواهد به طالب هویت ملی دهد. افضلی میگوید مصرف یک سفر خارجی غنی یکی از فاسدترین رهبران دنیا 30 میلیون افغانی شده بود. میر حیدر افضلی نماینده پیشین مردم کاپسا در مجلس نمایندگان امروز یک شنبه 12 جدی با نشر تویتی نگاشته است که اشرف غنی یکی از فاسدترین و عوام فریبترین رهبران دنیاست. آقای افضلی در ادامه افزوده است او در حالی که رئیس جمهور یک کشور غریب بود، اما مصرف‌های جانبی یکی از سفرهای خارجی او از پول ملت 350 هزار دلار آمریکایی معادل 30 میلیون افغانی شده بود. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که پس از فرار اشرف غنی از کشور، اتهام‌های مبنی بر انتقال 169 میلیون دلار آمریکایی بالای او وجود دارد. یک تن در شهر چارکار سر بریده شده است. مسئولان محلی طالبان در ولایت پروان از پیدا شدن یک جسد سر بریده شده در این ولایت خبر می‌دهند. اول گل حق پرست آمر امنیت این ولایت در صحبت با روزنامه 8 صبح گفت که این جسد پس از چاشت روز یکشنبه 12 جدی از مربوطات حوضه اول شهر چارکار یافت شده است. این مسئول محلی طالبان افزود که جسد این مرد از یک چهار دیواری در منطقه پارچه 11 مرکز آن ولایت کشف شده است. او تصریح کرد که تاکنون هویت فرد کشته شده و انگیزه قتل وی معلوم نیست، اما بررسی ها در این مورد جریان دارد. این در حالی است که روز گذشته نیز جسد بیجان یک مرد که به گونه مرموز به قتل رسیده بود از مربوطات حوضه سوم شهر چارکار آن ولایت یافت شد. هواداران طالبان میگویند پل‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کنید و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسید. شمار از شهروندان طرفدار حکومت سرپرست طالبان
در یک راهپیمایی از جامعه جهانی خواستند که پل‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. این معترضان امروز یکشنبه 12 جدی در شهر کابل با شعارهای پل‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و حکومت طالبان را به رسمیت بشناسید راهپیمایی کردند. معترضان در صحبت با رسانه‌ها گفتند که هدف از تظاهراتشان به رسمیت شناختن حکومت طالبان است و آنان تأکید کردند که به رسمیت شناختن طالبان به معنای به رسمیت شناختن مردم افغانستان است. چند قبل نیز شماری از شهروندان کابل در یک راهپیمایی به حمایت از حکومت سرپرست طالبان از جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا خواسته بودند که پل‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. این در حالی است که همزمان تعدادی از زنان نیز دست به اعتراض زده و از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. جابجایی نیروهای طالبان در امتداد دیورن. به کسی اجازه رزمایش نظامی در نزدیکی مرز را نمی‌دهیم. مسئولان گروه طالبان در جنوب شرق افغانستان می‌گویند که این گروه 110 نیروی آموزش دیده خود را در امتداد خط دیورن مستقر می‌کند. بلال فرمانده لوای دوم سرحدی قلوردوی 203 منصوره طالبان که روز گذشته در مراسم فراغت این نیروهای طالبان در پکتیا صحبت می‌کرد، گفت که آنان پس از فراگیری آموزش‌های نظامی سند فراغت به دست آورده‌اند. او تأکید کرد که این افراد قرار است در امتداد خط دیورن در مرز با پاکستان مستقر شوند. همزمان اسد از مقام‌های ارشد قلوردوی 203 منصوره طالبان در این مراسم گفت که این گروه به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد تا خاک افغانستان را اشغال و یا هم در نزدیکی مرز افغانستان رزمایش نظامی برگزار کند. او تأکید کرد که طالبان خواهان روابط خوب با همسایگان افغانستانند، اما هیچ کشور همسایه نباید در امور داخلی این کشور مداخله کند. با این حال او افزود که اگر افغانستان تحت کنترل طالبان از سوی این کشورها مورد تهدید قرار گیرد، طالبان دست به اقدامات متقابل خواهند زد. به دنبال سقوط افغانستان به دست طالبان در تاریخ 24 اسد، چندین بار درگیری مرزی میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان و ایران رخ داده است. در تازه‌ترین مورد، طالبان در ولسوالی گشته ننگرهار با نیروهای مرزی پاکستان درگیر شدند. در آن هنگام گزارش شد طالبان سیم خاردارهایی را که نیروهای پاکستان در خط سرحدی دیورن نصب کرده بودند تخریب کردند. پاکستان کشیدن سیم خاردار در امتداد خط دیورن میان افغانستان و پاکستان را تقریبا در تمامی 2400 کیلومتر بین پاکستان و افغانستان تکمیل کرده است و دنبال این درگیری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان به ولایت‌های ننگرهار و کنر سفر کرد. او در جریان این سفرش گفته بود که طالبان به روابط صمیمانه همسایگی متعهدند. طالبان نشر کتاب‌های مخالف امارت اسلامی را ممنوع کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان با ارسال مکتوب به اتحادیه ناشران کابل محدودیت‌های تازه‌ای را برای کارهای نشراتی اعلام کرده است. این وزارت گفته که هر گونه نشر و واردات کتاب باید با نظارت طالبان صورت گیرد. در مکتوب تازه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان که با امضای ذبیح الله مجاهد معین نشراتی این وزارت به آدرس اتحادیه ناشران کابل ارسال شده، آمده که هیچ گونه کتاب، مجله و اوراق مخالف امارت اسلامی حق نشر ندارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین گفته که وارد کردن کتاب از بیرون از کشور تنها با نظارت دقیق این وزارت امکان پذیر می باشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ دلیل ایجاد این محدودیت را جلوگیری از تخریش اسان عامه و نیز ممانعت از تبلیغ جنگ و خشونت بیان داشته است. این وزارت هشدار داده که تمامی ناشران مکلف به امضای تعهدنامه وزارت اطلاعات و فرهنگ هستند و کسانی که از موارد طرح شده در این تعهدنامه تخلف کنند، تمامی کتب و اموال آنها مصادره خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنین در مکتوب جداگانه که گویا در پاسخ به مکتوب اتحادیه ناشران نوشته شده است، به وزارت داخله دستور داده تا به هدف جلوگیری از آنچه در این وزارت جعل و کاپی خوانده است، اقدام عملی نماید. در همین حال اتحادیه ناشران کابل میگوید که طالبان با احضار رئیس این اتحادیه خواهان گرفتن تعهد از تمامی ناشران و کتاب فروشه های کابل شده است و گفته مسئولان این اتحادیه طالبان هشدار دادند در صورتی که فرد از امضای این تعهدنامه خودداری کند با او به صورت جدی برخورد خواهد شد. سپاس از توجهتان. لطفاً برای تازه ترین خبرها کانال ما را دنبال کنید. تا خبر دیگر وقتتان خوش.